دوسی از طبقه دهقانان، دهقانان نه به معنای روستایی که امروز میگویی، دهقانان به معنی طبقه‌ای که املاکی داشتن، منتها املاکشون خیلی بزرگ خیلی وسیع نبود و البته در زیر دست خود کشاورزانی داشتن که برایشون کار میکردن. این طبقه از زمان ساسانیان تا خود زمان فردوسی در ایران بهترین حامیان فرهنگ و سنت‌های گذشته ایران بودن. طبقات پایین‌تر تقریبا فراموش کرده بودند اون سنت‌های قدیم را و در فرهنگ تازه اسلامی به کلی مستحیل شده بودند. طبقه بالا هم که به کلی از میان رفته بودند. تنها کسانی که به عنوان یک طبقه مقاوم در برابر فرهنگ خارجی در ایران وجود داشتن همین طبقه دهقانان بودن. این طبقه دهقانان ولی در عین حال هم به اسلام اعتقاد داشتن، نه اینکه مسلمان نبودن یا از اسلام به اصطلاح کراهت داشتن، نه مسلمان بودن ولی حس قومی و ملی داشتن. اینها کسانی بودن که از تسلط قوم عرب یا اقوام دیگر نگران بودند، ناراضی بودند. نه به معنای این است که اینها از اسلام ناراضی بودند، نه خیر، اسلام را با آغوش باز پذیرفته بودند، ولی از اون روح تحقیری که از زمان بنی امیه به بعد نسبت به اقوام خارجی از طرف عرب ها اظهار می شد، اینها اظهار انزجار و ناراحتی می کردن. به اصطلاح اون زمان اینها شعوبیه بودن، یعنی کسانی بودن که به تسلط قوم عرب یا به برتری قوم عرب ایمان و اعتقاد نداشتن و بر طبق تعالیم اسلام معتقد بودن که هر کسی که اسلام آورد با دیگر ملت ها در برابر این دین و در برابر خدا یکیست. این اکرمکم عند الله اتقاکم. و بنابراین قوم عرب را بر قوم ایرانی مزیتی نیست که اونها این همه زور و فشار می آوردن و ایرانیان را تحقیر می کردن یا یونانیان را تحقیر می کردن و اینها را موالی می خواندن. فردوسی در یکی همچون محیطی بزرگ شد و روح همون قومیتگرایی و روح شعوبیگری در او خیلی قوی بود. از یک طرف مملکت خودش را، قوم خودش را دوست داشت، از یک طرف مسلمان معتقد موحد بود و از نجات پرستی به معنای برتری یک قومی بر قوم دیگر و زورگویی قومی بر قوم دیگر متنفر بود و منزجر بود، و از طرف دیگر دوست داشت که اون چی که مظاهر فرهنگ ایرانی است باشد، ترادیسیون ها و سنت های ایرانی حفظ شود که بالاتر از اون و برتر از همه زبان فارسی و تاریخ گذشته ایران. البته از لحاظ زندگی فردوسی همونطور که از شاهنامه برمی آید دچار یک نوع فقر و اینها هم شده بود، یعنی ظاهراً املاکش، املاکی که داشت، باقی که داشت، محصول خوبی نمیداد، گاهی اوقات از دست مالیات‌های سنگینی که براش بسته بودن شکایت میکند. البته یه وقت اون حاکمی که فردوسی را مأمور کرد که شاهنامه را تنظیم کند، یعنی عبدالرزاق طوسی، او را از پرداختن مالیات و خراج زمینی معاف کرده بود، ولی این گویا دوامی پیدا نکرد و از طرف دیگر خوشبسالی و اینها به وجود آمد در اون زمان خودش. یه قدری دچار فقر و تنگ دستی شد و بارها اشاره می کند که هیزم ندارد یا مثلا خوشا به حال کسی که در چیز در زمستان زندگی مرفهی داشته باشه، وسایل زمستانی را همیشه داشته باشد، از
آرد و نان و گندم و مرغ و اینها بتواند با فراغ راحت زندگی کند. این میرساند که یک دهقانزاده نجیبی که در اواخر زندگی یا در اواسط زندگی دچار تنگ دستی شده بود. این مختصری از اون وضع زندگی خود فردوسی است.